سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. بنا به گزارش رسانه‌های اسرائیل، مقام‌های دفاعی این کشور اعلام کردند که یک کشتی حامل سلاح ایران را در آب‌های بین‌المللی در دریای سرخ توقیف کردند. بر اساس این گزارش، کشتی توقیف شده عازم غزه بوده و برای گروه فلسطینی حماس سلاح حمل می‌کرده است. محموله این کشتی راکت‌های ساخت سوریه بوده است که با پرچم پاناما در حال حرکت بوده است. مذاکرات کارشناسی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک امروز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش آغاز شد. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده اتمی ایران، با اعلام این خبر گفته است این مذاکرات مقدمه‌ای برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند میان ایران و اعضای گروه پنج به علاوه یک خواهد بود. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید شش قدرت جهانی نباید به ایران اجازه دهند توانایی غنی‌سازی اورانیوم را حفظ کند. آقای نتانیاهو در لابی آپیک در واشنگتن همچنین خواستار تشدید فشارهای دیپلماتیک بر ایران شد و گفت دولت او هر کاری که لازم باشد برای دفاع از اسرائیل انجام خواهد داد. سازمان عفو بین‌الملل حکم 7 سال زندان خانم مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی را محکوم کرد. دو روز پیش دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی مریم شفیع پور را به 7 سال زندان محکوم کرد. در رویداد دیگر مرتبط با حقوق بشر در ایران، 600 تن از دراویش استان لرستان در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار رسیدگی فوری به وضعیت دراویش زندانی شدند. به گزارش سایت مجذوبان نور، امضا کنندگان این نامه با اشاره به فشارهای امنیتی و قضایی سالهای گذشته بر دراویش گناه‌آبادی از حسن روحانی خواستند به آنچه رفتارهای غیرقانونی نامیدند پایان دهد. امضا کنندگان همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت قضایی و درمانی دراویش زندانی در زندانهای عادل‌آباد شیراز و اوین تهران شدند. بیشتر نیز 350 تن از دراویش گناه‌آبادی ساکن استان خوزستان در نامه‌ای به حسن روحانی خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده بودند. رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به خبرگزاری فارس گفته است احمدی نژاد گزینه سپاه نبود و عملکرد دولت اصلاحات انتخاب احمدی نژاد بود. شریف با تاکید بر اینکه ما پای آقای خاتمی ایستادیم و از همه مدیران آن به غیر از وزیر ارشاد حمایت کردیم گفته است سپاه خودش را ذل رهبری می‌داند و چنانچه اقدامات دولت روحانی در محوریت رهبری باشد سپاه نهایت همکاری را می‌کند. این در حالی است که علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، در گفتگو با روزنامه اعتماد اول آبان ماه سال 91 به طور تلویحی از حمایت‌های سپاه از محمود احمدی نژاد ابراز پشتیبانی کرده و گفته بود در مورد احمدی نژاد علم غیب نداشتیم. حمایت‌های قبلی هم از احمدی نژاد را انکار نمی‌کنم. اجلاس دو روزه خبرگان رهبری که از دیروز آغاز شده امروز به پایان میرسد، اما با انتقاد محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان به آزادی شروع شد. مهدوی کنی از مسئولان دولتی خواسته است درباره آزادی حرف نزنند، چرا که به گفته او آزادی برخلاف سری پیامبر و روح الله خمینی است. حسن روحانی و عباس عراقچی هم در اجلاس خبرگان توضیحاتی درباره توافق ژنو و عملکرد هسته‌ای ارائه دادند. به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان نخستین سخنران مراسم بود که ابتدا به موضوع اقتصاد مقاومتی پرداخت. وی با بیان اینکه معنای آزادی این نیست که اعلام کنیم هر کس هر چه می‌خواهد بگوید، گفت شاید گاهی نتوانیم جلوی برخی چیزها را بگیریم، اما درست نیست که مسئولان اعلام آزادگی کنند، چون بهانه به دست بهانه بگیران خواهند داد و این روش پیامبر، امام و رهبری و علما نبوده است. بنابراین باید حریم‌ها را حفظ کنیم که مبادا در این روزها روزنامه چیزی بنویسد که حریم‌ها را بشکند. رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود هم از مردم خواست قناعت کنند. وی در خصوص قناعت کردن مردم با اشاره به هاشمی رفسنجانی که در این مجلس حضور داشت گفت به طور مثال آقای هاشمی در خاطرات خود آوردند که برخی شبها نان و پنیر می‌خورند و شاید مردم تصور نکنند که آقای هاشمی نان و پنیر بخورند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیگر سخنران این مراسم بود. او در اجلاس خبرگان گفت به هیچ عنوان این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران با بیان اینکه در قدم اول مذاکرات موفق بوده است گفت حقوق ملت ما محفوظ میماند و تاکید میکنم که هیچ گونه نگرانی در کشور در این باره نباید وجود داشته باشد، چرا که به هیچ عنوان این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد. رئیس جمهوری ایران افزود چنانچه طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای حسن نیت و اراده سیاسی خود را در عمل نشان دهد، حتی ممکن است در 6 ماه اول به توافق نهایی دست یابیم. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران نیز با حضور در 15 اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری گفت غنی‌سازی 3.5% را تثبیت کردیم و این برای ما موفقیت است. وی افزود غنی‌سازی 20% را هم که متوقف کردیم به آن نیاز نداشتیم. 15 اجلاس مجلس خبرگان رهبری در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدوی کنی برگزار شد. در این اجلاس حسن روحانی رئیس جمهور و اعضای مجلس خبرگان رهبری و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشته و در کنار یکدیگر نشسته بودند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، محمود علوی وزیر اطلاعات و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از جمله حاضران در این نشست بودند. این اجلاس امروز به پایان می‌رسد و بعد همگی آنها نزد علی خامنه‌ای خواهند رفت. تحلیلگران می‌گویند این جلسه که وظیفه اصلی آن نظارت بر عملکرد رهبری است، سالهاست به نهادی تشریفاتی تبدیل شده است. دادگاه جنایی قاهره اعلام کرد محاکمه محمد مرسی و 14 نفر از رهبران اخوان المسلمین به اتهام انجام قتل و تحریک به آن در برابر کاخ ریاست جمهوری در ماه دسامبر 2012 با درخواست یکی از وکلای متهمان به تأخیر افتاد و به روز پنجشنبه هفته جاری موکول شد. در رویداد دیگر مرتبط با مصر، منابع خبری این کشور گزارش دادند مقامات امنیتی در شمال سینا یک تروریست انتحاری که قصد داشت یکی از پایگاه‌های امنیتی در العریش را منفجر کند پیش از انفجار دستگیر کردند. این تروریست که احمد نام دارد و 18 ساله است توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مرکز پلیس العریش منتقل شد. رسانه‌های خبری نیمه شب گذشته از صدای انفجارهای متوالی و تیراندازی شدید در یکی از خیابان‌های پایتخت لیبی خبر دادند. به گزارش شبکه المیادین این انفجارها در خیابان عمر مختار در ترابلوس به وقوع پیوست. خبرنگار شبکه المیادین به نقل از شاهدان عینی گفته است که به ساختمان شبکه تلویزیون دولتی لیبی حمله شده و ستونی از دود و آتش ساختمان این شبکه را فرا گرفته است. جزئیات بیشتری از این انفجارها منتشر نشده است. نخست وزیر تونس با اشاره به بحران اقتصادی این کشور از تلاش برای گرفتن وام‌های خارجی از کشورهای حوزه خلیج فارس، آمریکا و فرانسه خبر داد. مهدی جمعه نخست وزیر تونس در این خصوص گفته است اوضاع اقتصادی تونس دشوارتر از آنچه فکر می‌کردیم است. در همین راستا بانک جهانی از قصد خود برای اعطای کمک 1.2 میلیارد دلاری به تونس خبر داده است. در ادامه بحران اوکراین، وزیر امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که برای دخالت در اوکراین منتظر فرصت و بهانه بوده است. در همین حال ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا هم عازم اوکراین شدند و روسیه نیز علاوه بر اینکه آمریکا را به مقابله به مصر تهدید کرده، یک موشک قاره‌پیما را هم آزمایش کرد. عصر روز گذشته ولادیمیر پوتین حوادث اوکراین را غیرقانونی خوانده و گفته بود همچنان ویکتور یانوکوویچ را رئیس جمهور قانونی این کشور می‌داند. وزیر خارجه آمریکا در سفر به کیف با مقامات دولت انتقالی این کشور دیدار کرد و در میدان استقلال این شهر که نماد اعتراضات مردمی شده حضور یافت. جان کری در دیدار با نخست وزیر و رئیس جمهور موقت اوکراین تصریح کرد که روسیه برای پیشروی در کریمه دنبال بهانه می‌گشت. وزیر خارجه آمریکا در نشست مطبوعاتی خود در کیف بار دیگر رفتار روسیه در کریمه را محکوم کرد و آن را اقدامی تجاوزکارانه خواند. کری تکرار کرد که روسیه باید نیروهای خود را از کریمه خارج سازد. جان کری افزود که ایالات متحده در کنار مردم اوکراین می ایستد
و به تعهداتش در قبال این کشور عمل خواهد کرد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از بحران اوکراین پیشروی نظامی در کریمه را قانونی خواند. او گفت این اقدام به تقاضای رسمی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مشروع اوکراین صورت گرفته است. یانوکوویچ نیز در این میان اعلام کرد که از زمان ورود به خاک روسیه پوتین را ملاقات نکرده و تنها با او تماس تلفنی داشته است. پوتین محاصره پایگاه‌های نظامی کریمه توسط سربازان روسی را تکذیب کرد و افراد نظامی حاضر در کریمه را نیروهای دفاعی محلی خواند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا در واکنش به سخنان پوتین گفت که وی نمی‌تواند با این اظهارات کسی را به اشتباه بیاندازد. اوباما بار دیگر یادآوری کرد که دخالت نظامی روسیه در اوکراین به انزوای این کشور منجر خواهد شد. در تحول دیگر روسیه در واکنش به تهدید آمریکا در تحریم روسیه گفت که با چنین اقدامی مقابله به مثل خواهد شد. سرگی گلازیوف یکی از مشاوران پوتین اعلام کرد که مسکو در چنین صورتی واحد پولی دلار را از معاملات بین المللی خود کنار می‌گذارد و بدهی‌های خود به بانک‌های آمریکایی را نخواهد پرداخت. در این حالت نظام مالی آمریکا سقوط خواهد کرد. اما این سخنان مشاور پوتین ساعتی بعد توسط کرملین تکذیب شد. در واکنشی دیگر روسیه از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک قاره‌پیما خبر داد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که این موشک بالستیک با موفقیت پرتاب شد و به هدف مورد نظر در یک پایگاه نظامی در قزاقستان اصابت کرد. وزارت دفاع روسیه همچنین گفته است آزمایش این موشک با برد 10000 کیلومتر برای تعیین قابلیت آن در گریز از سیستم‌های دفاع ضد موشکی لازم بود. در همین حال واشنگتن اجالتاً مذاکراتی که قرار بود به قصد تقویت مناسبات تجاری فیما بین انجام گیرد متوقف ساخته است. باراک اوباما گفته اگر شرایط کنونی در کریمه ادامه یابد تدابیر اقتصادی و دیپلماتیک دیگری برای به انزوا کشاندن روسیه به کار گرفته می شوند. مسدود کردن دارایی مقامات روس، محدودیت صدور ویزا و تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی روس از جمله تدابیری هستند که وزارت خارجه آمریکا سرگرم بررسی آن هاست. در رویدادی دیگر ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رؤسای جمهوری روسیه و چین درباره اوکراین گفتگو کردند. کاخ کرملین گفت در این مکالمه تلفنی مواضع دو کشور نزدیک بود و ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که اقدامات دولتش باعث کاهش تنش و تامین امنیت روسهای ساکن کریمه و مناطق شرقی اوکراین شود. خبرگزاری های روسیه درباره سخنان رئیس جمهور چین وارد جزئیات نشدند. روسیه و چین هر دو از اعضای دارای حق وتوی شورای امنیت سازمان ملل هستند. حول دیگر گارد مرزی اوکراین اعلام کرد که ناوهای روسی تنگه کرچ که شبه جزیره کریمه را از روسیه جدا می کند مسدود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز گارد مرزی اوکراین گفت که دو ناو روسی این تنگه را مسدود کردند. ارتش روسیه هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. در همین ارتباط سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و روسیه هم توافق کردند تازه ترین تحولات در اوکراین را امروز چهارشنبه در نشست فوق‌العاده‌ای مورد بحث و بررسی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از بروکسل، ائتلاف ناتو اعلام کرد که نشست فوق‌العاده این سازمان و روسیه به پیشنهاد آندراس راسموسن دبیر کل ناتو برگزار می‌شود. اوضاع در کریمه در روز شنبه اول مارس با تصویب طرح اعزام سربازان روس به این ناحیه از سوی دومای روسیه متشنج‌تر شد. دولت موقت کیف اعلام کرده که در حال حاضر نزدیک 6000 سرباز پیاده روس در شبه جزیره کریمه حضور دارند. بخش مهمی از ناوگان دریایی روسیه از جمله زیردریایی‌های اتمی و کشتی‌های جنگی روسیه در شهر سواستوپول مستقر هستند. همانطور که در گزارش هم دیدید، تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اوکراین شدت گرفته است. در همین ارتباط قرار است وزرای خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر و همچنین با همتای فرانسوی خود ملاقات کنند. جزئیات بیشتر در گزارش محمد رضا شاهید از پاریس.
امروز در پاریس دو واقعه مهم خبری هست، یکی در ارتباط با لبنان و دیگری در ارتباط با اوکراین که تا اندازه هم متصل است، برای اینکه دو وزیر خارجه امریکا و روسیه امروز در پاریس هستند. آقای جان کری دیر وقت دیشب آمد که به اون خواهیم پرداخت. اما در مورد لبنان به یاد دارید که 6 ماه پیش نشستی رو با پیشنهاد سازمان ملل اتحادیه اروپا با حضور وزرای خارجه امریکا، عربستان، ایتالیا، آلمان، اتحادیه اروپا و فهرستی بلند تشکیل دادن تا به وضعیت لبنان پرداخته بشه. امروز آقای سلیمان دیداری خواهد داشت در کاخ الیزه. در لحظه پخش این گزارش این دیدار انجام شده، اما گزارشات خبری رو دیرتر خواهیم داد. این نشست در واقع به وضعیت لبنانی میپردازه که حدوداً 1 ماه پیش بعد از 10 ماه تلاش صاحب یک دولت شد. ابتدا به گفته های آقای اولان رئیس جمهور که 1 سال پیش در عربستان این مطالب رو ایراد کرد توجه کنید. لبنان باید یک پارچه بماند، به تمامیت ارضیش احترام گذاشته شود و امنیتش باید حفظ شود برای همه مردم و همه آحاد لبنان یک پارچه. من در تماس و مراوده با آقای سلیمان هستم و به تازگی هم او را دیدم و اگر از ما خواسته شود پاسخ ما مثبت خواهد بود. این گفته آقای اولاند در مسئله تایید ارسال اسلحه و فروش اسلحه به لبنان تلقی شده است. همونطور که در این گزارش شنیدید، وضعیت لبنان چنان است که نمیشود آن را ندیده گرفت. در حال حاضر حدود 1 میلیون پناهنده سوریه‌ای هستند. هر هفته 15,000 سوریه‌ای به لبنان پناهنده میشن. همین 3 روز پیش خانم آنجلینا جولی از طرف سازمان ملل به لبنان رفت در مورد کودکان سوریه‌ای که پناهنده شدند. لبنان وضعیت آرامی نداره. در حجم خبرها گفته نمی شود در 1 هفته گذشته در 3 عملیات نظامی و ترورهای مختلف 18 سرباز لبنانی کشته شدند. فردی به نام شیخ احمد اسیر که سنی هست و در جنگ با حزب الله لبنان محکوم به اعدام شد. یکی از سران علوی ها ترور شد. به هر حال وضعیت لبنان چنان است که اگر به اون به صورت جدی و ممتد توجه نشود، نفوذ کشورها حالا از هر سو باشه در لبنان غیر اجتناب خواهد بود و طبیعی است که باید چاره اندیشی بشود. اما در مورد دیدار همزمان آقای جان کری و لاوروف، میدونید بعد از بحران اوکراین این اولین بار است که آقای لاوروف همتایان غربی خودش رو رو در رو خواهد دید. البته روز دوشنبه در سوئیس آقای هیگ همتای بریتانیایی خود رو دیده بود، اما این بار در پاریس وزرای خارجه آلمان، ایتالیا، اسپانیا همگی خواهند بود. حتی کاردار چین هم حضور داره که البته او برای مسئله لبنان آمده است. در حجم خبرهای امروز که تا حدی هنوز نشست‌ها انجام نشده، می شود این حدس را زد که جای امیدواری در هر دو زمینه بسیاره، اما سیاست همیشه گفته است که نباید به او اعتماد کرد. پاریس، تلویزیون ایران فردا. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار گفته است این روزنامه از سوی دادگاه کیفری به 6 ماه توقیف محکوم شد. سعید پورعزیزی گفته دادگاه من را به 91 روز حبس تعزیری نیز محکوم کرده که به مدت 2 سال تعلیق شده است. بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. روزنامه بهار و شهروند امروز 15 دی ماه به اتهام توهین، نشر اکاذیب و فعالیت تبلیغی علیه نظام مجرم شناخته شدند و هیئت نظارت بر مطبوعات مدیران مسئول آن را مستحق تخفیف ندانست. علیرغم وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات، فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. روزنامه نشاط، هفته‌نامه یالسارات الحسین، ارگان مطبوعاتی انصار حزب الله و روزنامه آسمان پس از روزنامه بهار و شهروند امروز توقیف شدند.
زندانیان اهل سنت که در زندان‌های رجای شهر اوین و قزل حصار به سر می‌برند، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ممنوع الخروج شدن مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی انجمن جهان اسلام اعتراض کردند. به گزارش وبسایت کلمه، زندانیان اهل سنت در نامه خود این کار را در ادامه سیاست‌های خصمانه حکومت ایران در برابر اهل سنت دانسته و نوشتند با این حرکت‌ها شعارهای دروغین وحدت اسلامی و اینکه شیعه و سنی در ایران فرقی نمی‌کند مشخص می‌شود. آنها ضمن اشاره به سفر یک هفته پیش حسن روحانی به استان هرمزگان گفتند در سخنرانی روحانی شعار برادری شیعه و سنی سر می دادند، اما در هفتم اسفند ماه جاری 20 نفر از اهل سنت در اهواز دستگیر می شوند. کنفرانس بین المللی انجمن جهان اسلام از روز یکشنبه 11 اسفند ماه در مکه عربستان آغاز به کار کرده و از آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز دعوت رسمی به عمل آمده بود. نیروهای گارد ساحلی جمهوری اسلامی یک موتور لنج صیادی عربستان سعودی را توقیف کردند. گزارش پرس تیوی، علی حاجت‌پور معاون عملیات فرماندهی گارد ساحلی استان بوشهر گفته است با توقیف این شناور 4 نفر دستگیر و با بررسی اولیه مشخص شد این شناور مربوط به کشور عربستان سعودی است، اما ناخدا و ملوانان آن تبع کشور هندوستان هستند. آقای حاجت‌پور گفته است از آغاز سال جاری این نهمین شناوری است که به علت ورود غیرمجاز به مرزهای آبی ایران در خلیج فارس توقیف شده و تاکنون 84 نفر دستگیر شدند. گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران آبان ماه گذشته 2 لنج صیادی عربستان سعودی را توقیف کرد. ایران و عربستان سعودی دارای یک خط ساحلی در امتداد خلیج فارس هستند که عمده سواحل شمالی آن تحت پوشش ایران و عمده سواحل جنوبی آن تحت پوشش عربستان سعودی قرار دارد. اما در هفته‌های اخیر محمد تقی مصباح یزدی در 4 نوبت به دولت حسن روحانی حمله کرده است. 2 روز پیش دولت عباس عراقچی را به نزد مصباح یزدی فرستاد تا گزارشی از وضعیت هسته‌ای به او بدهد، اما انتقادات تند مصباح یزدی همچنان ادامه یافت. در همین راستا احمد پورنجاتی از چهره‌های اصلاح طلب با انتقاد از این رفتار دولت روحانی گفت چرا تیم دولت به مصباح یزدی گزارش هسته‌ای داده است؟ مگر سلیقه مصباح در انتخابات پیروز شده است؟ محمد تقی مصباح یزدی برای 4 بار در هفته جاری به دولت حمله کرد و گفت پایه ایدئولوژیک وقایع سال 1388 در لندن شکل گرفت و عاملان حوادث آن سال کسانی هستند که در بریتانیا درس خواندند. مصباح یزدی در دیدار با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه دفاع ملی افزود ریشه تفکر بسیاری از کسانی که در بریتانیا تحصیل کردند با یکدیگر شباهت دارد و چه بسا این مسئله راه‌های نفوذ دشمن برای براندازی اسلام و انقلاب اسلامی است. این عضو مجلس خبرگان خواستار تحقیق درباره برنامه‌های مطالعات راهبردی و استراتژیک دولت بریتانیا شده تا از این طریق مشخص شود دشمن از کجا قصد نفوذ دارد. مصباح یزدی چندی پیش نیز گفته بود کسانی که تساوی حقوق بهائیان و یهودیان با مسلمانان در ایران را پیگیری می‌کنند دانش آموخته دانشگاه‌های بریتانیا هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دانش آموخته یکی از دانشگاه‌های بریتانیا است و منظور مصباح یزدی از این سخنان روحانی و گروهی از اعضای دولت 11 هستند. رئیس مؤسسه امام خمینی در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر با ابراز نگرانی از طرح تساوی حقوق شهروندان بهایی با مسلمانان در ایران گفته که از این مسئله باید احساس خطر کرد. وی افزود وقتی عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری سخن بگوید که بنی صدر هم جرأت گفتن آن را نداشت باید نگران بود. مصباح یزدی همچنین اضافه کرده بسیار مایه تأسف است که برخی از کسانی که مسئولیتی در کشور دارند عدم پیشرفت در علوم انسانی را وجود برخی خط قرمزها یعنی مبانی دینی می دانند. وی افسوده عوامل سیاسی تلاش می کنند تا به مردم اینگونه القا شود که پیشرفت ها در گروه داشتن فرهنگ خاصی است و بدون آن پیشرفت محقق نمی شود. حملات و انتقادهای مصباح یزدی علیه دولت حسن روحانی در یک هفته گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
مصباح که پیشتر حسن روحانی را دروغگو و قسی القلب خوانده بود، پدر معنوی جبهه پایداری است که اعضای آن در مجلس عرصه را بر دولت تنگ کردند و به نظر می رسد همین موضوع باعث شد تا حسن روحانی در روزهای اخیر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای را نزد مصباح بفرستد تا به وی گزارش دهد. به نظر می رسد روحانی با این اقدام در صدد بوده از حجم انبوه انتقادات این روحانی تندرو و تیمش علیه دولت بکاهد، موضوعی که به نظر در آن موفق نبوده، چرا که مجددن و پس از این دیدار هم حملات به دولت ادامه داشته است. در همین حال احمد پور نجاتی نماینده مجلس ششم و از چهره‌های امنیتی اصلاح طلب با انتقاد از این رفتار دولت نوشت: در یکی دو هفته گذشته در فرصت برخی دیدارها که برای جناب مصباح فراهم شد، وی درباره مواضع شخص رئیس جمهور و عملکرد دولت 11 داوری و با لحنی تند و گزنده انتقاد کرد. انتقاد از دولت و همه بخش‌های حاکمیت نه تنها ناپسند نیست، بلکه از نان شب هم لازم‌تر است. اما مواضع جناب مصباح برند دیگری دارد. پورنجاتی با انتقاد از خط مشی مصباح و تیم او و نیز انتقادات آنها در موضوع مذاکرات هسته‌ای نوشت: البته توقعی جز همین مواضع نیز از جناب مصباح نمی‌رفته، اما مردم چه گناهی دارند که دولتی متفاوت با سلیقه سیاسی ایشان برگزیدند؟ پورنجاتی در پایان هم از دولت حسن روحانی پرسیده است: از چه موضوعی و با اعتبار کدامین شأن و منزلت حکومتی، اداری، شغلی یا سیاسی و یا مرجعیت مذهبی جناب مصباح خود را موظف به دیدار و گزارش کار به ایشان می دانند؟ وی افسوده است: اگر از باب ارادت شخصی و التماس دعای خیر است که دیگر نیاز به انتشار رسانه‌ای ندارد، اگر از باب توضیح و توجیه برای پیشگیری از نامطلوب است و روشنگری باشد که به تجربه نتیجه برعکس بوده است، اگر به عنوان یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری است که همچون ایشان بسیارند، اگر به عنوان درک محضر مراجع تقلید قم است که ایشان در چنین مرتبه‌ای نیستند، اگر به عنوان رهبر معنوی یک جریان سیاسی است که چه عرض کنم. محمد تقی مصباح یزدی یک روحانی تندرو و خشونت طلب است که پیشتر از احمدی نژاد حمایت می‌کرد و تا زمانی که ستاره رئیس جمهور دولت پیشین نزد علی خامنه‌ای افول نکرده بود، او را برگزیده امام زمان می دانست. اما بعد از آن به انتقاد از احمدی نژاد پرداخت و او را طرد کرد. وی در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1392 هم از سعید جلیلی حمایت کرد. با این حال حملات مصباح و تیم او به دولت، آنطور که شاگرد سابق او محسن قرویان چند روز پیش فاش کرده است، ریشه در مسائل اقتصادی و پروژه های کلان اقتصادی دارد. یک مقام بانک مرکزی از افزایش حجم نقدینگی کشور به 560 هزار میلیارد تومان خبر داده و گفته پایه پولی در آخرین بررسی ها به 996.2 هزار میلیارد ریال رسیده است. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، گفته است این حجم نقدینگی باعث تورم شدید می شود. به گفته آقای قربانی، ورود داده های جدید به بازار پولی و اضافه شدن 5 مؤسسه مالی و اعتباری و 2 بانک به جرگه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مهمترین علت افزایش رقم نقدینگی است. در آغاز دولت محمود احمدی نژاد میزان نقدینگی موجود در ایران کمتر از 70 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به 560 هزار میلیارد تومان رسیده است. اقتصاددانان میگویند یکی از عوارض این حجم نقدینگی تورم بالاست که منجر به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فشارهای اقتصادی به افراد کم درآمد میشود. اما در آستانه انتخابات محلی ترکیه، عبدالله اوجالان رهبر زندانی کرد از همه گروه‌های کردی خواست تا به صورت فعال در این انتخابات حضور داشته باشند. مجلسدان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. یک سال از مذاکرات صلح میان دولت ترکیه و پکاکا می‌گذرد. تقریبا سال گذشته در چنین روزهایی بود که مذاکرات صلح آغاز شد. بسیاری هم به اون خوشبین بودند، اما به واقع باید گفت که مذاکرات صلح در طول یک سال گذشته فراز و نشیب‌های زیادی رو پشت سر گذاشت. گاهی شرط‌هایی که طرفین تعیین می‌کردن و یا نقطه نظرات متفاوتی که داشتن، حتی مذاکرات صلح رو تا مرز شکست هم
پیش برد. در طول یک سال گذشته دولت ترکیه تلاش کرد بسته دموکراسی رو تدوین بکنه و در اون برخی از حقوق مردم کرد رو لحاظ بکنه، موضوعی که شاید چندان مورد استقبال احزاب و گروه های کردی قرار نگرفت، چرا که اعتقاد داشتن دولت ترکیه باید اقدامات اساسی و بنیادی تری رو در این زمینه انجام بده. از جمله مواردی که در بسته دموکراسی در رابطه با حقوق و مطالبات مردم کرد دولت ترکیه لحاظ کرده بود، یکی برداشتن قانون حد نصاب کسب 10% آرا بود که در واقع یک موزل بزرگی بود برای احزاب کوچکتر از اون احزاب کردی که نمیتونستن با وجود چنین قانونی به پارلمان ترکیه راه پیدا بکنن. مسئله بعدی مسئله نامگذاری مناطق و شهرهای کردی بود که میتونستن پس از این در واقع به جای نامهای ترکی از نامهای کردی استفاده بکنن و یا تدریس زبان کردی در مدارس خصوصی و نه البته مدارس دولتی. همونطور که گفتیم انتقادات زیادی نسبت به این بسته دموکراسی مطرح بود از سوی گروه‌های کردی و بالاتر از اون حتی عده اعتقاد داشتن که این گونه اقدامات دولت آقای اردوغان بیشتر جنبه تبلیغاتی رو داره. به طور مشخص به همین مسئله تدریس زبان کردی بسیاری اشاره میکردن و ما میکردن در جایی که در بسیاری از مناطق محروم کردی اساسا خانواده ها انقدر استطاعت مالی ندارن که فرزندانشون رو به مدارس خصوصی برای یادگیری زبان کردی بفرستن، این بند به طور کلی میشه گفت که ناکارآمد هستش. ولی در طول این یک سال آقای عبدالله اوجلان رهبر زندانی کرد هم به واقع موضوع مذاکرات صلح رو با وسواس خاص خودشون دنبال میکردن، نقطه نظراتشون رو در طول این یک سال عنوان کردن و حتی گاهی نسبت به روند کند مذاکرات هم انتقاداتی داشتن. ولی الان در آستانه برگزاری انتخابات محلی آقای اوجلان به نظر میرسه هنوز خوشبینانه نسبت به موضوع مذاکرات صلح نگاه میکنه. این خوشبینی رو میشه در پیام امروز ایشون در رابطه با برگزاری انتخابات محلی دید. آقای اوجلان در این رابطه گفتن که اگرچه اشکالاتی در زمینه انتخاب برخی نامزدهای شهرداری ها در مناطق کردنشین وجود داشته، اما نباید این موضوعات رو ما زیاد جدی بگیریم، همه ما باید با یک روح همبستگی از این انتخابات استقبال بکنیم، چرا که دستاورد بسیار زیادی برای ما از حیث دموکراسی به همراه خواهد داشت. همینطور آقای اوجلان در مورد دستاوردهای مذاکرات صلح در طی یک سال گذشته اظهار نظر کردن و گفتن که بزرگترین دستاورد مذاکرات صلح این بوده که در طول یک سال گذشته هیچ سرباز جان خودش رو از دست نداد. آقای اوجلان البته گفتن که ما دور اول مذاکرات صلح رو در سال گذشته پشت سر گذاشتیم و به پایان رسیده، منتظر هستیم دور دوم آغاز بشه. هنوز دور دوم آغاز نشده و همه ما باید تلاش بکنیم که زمینه‌های لازم برای برگزاری دور دوم مذاکرات رو فراهم بکنیم. بروی باید دید که رویکرد جدید پیکاکا و در رأس اون آقای عبدالله اوجلان در زمینه پیگیری مطالبات مردم کرد به صورت دموکراتیک و مسالمت آمیز تا چه اندازه میتونه در آینده دستاوردهای رو در این زمینه برای مردم کرد به همراه داشته باشه. در پی گزارش برخی رسانه‌های ایران مبنی بر پرداخت بخشی از بدهی نفتی ایران توسط هند، یک مقام هندی این خبر را تکذیب کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد مقامات هندی با رد این خبر اعلام کردند پس از کاهش تحریم‌های ایران که به دنبال توافق هسته‌ای ژنو صورت گرفت، هنوز هیچ پولی از سوی هند به ایران پرداخت نشده است. روز سه‌شنبه محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده بود که هند بخشی از بدهی نفتی خود به ایران را به حساب بانک مرکزی واریز کرده است. تکذیب این خبر از سوی برخی مقامات هندی در وزارت صنایع و دولت این کشور صورت گرفته که نامی از آنها برده نشده است. مجوزهای تاکسی در ایران خرید و فروش می شود و بر اساس گزارش رسانه‌های ایران یک بازار سیاه در این خصوص به راه افتاده است. بر اساس این خبر اختلاف قیمت میان خودروهای معمولی و خودروهایی که به عنوان تاکسی فعالیت می کنند بین 4 تا 50 میلیون تومان است و این اختلاف قیمت در حقیقت بهای مجوز خط تاکسی ها و بسته به نوع آن متفاوت است. ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با ایلنا از ورود شورای شهر به این مسئله خبر داده است. به دلیل شرایط بد اقتصادی شغل‌های کاذب بسیاری در کنار واسطه‌گری در ایران به وجود آمده است.
حمیدرضا عراقی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، از قطعی بودن افزایش قیمت گاز خبر داد، اما گفت که زمان آن دقیقاً مشخص نیست و قیمت گاز تا پایان امسال افزایش نمی‌یابد. به با بیان اینکه این احتمال وجود دارد که با اعلام رسمی از سوی دولت قیمت گاز از ابتدای سال آینده افزایش یابد، گفته در مورد قیمت گاز هنوز تصمیم دقیقی گرفته نشده است. در حالی که مجوز افزایش 38% قیمت حامل‌های انرژی صادر شده، اخیراً با ابلاغ جدید دولت قیمت برق 24% و آب 20% افزایش یافته است. اما وزیر نفت ایران با بیان اینکه میزان صادرات نفت ایران 1,000,000 بشکه در روز است، گفته است با توجه به نقش مهم نفت در اقتصاد ایران، شرایط سختی برای اداره کشور به وجود آمده است. سخنان آقای زنگنه در حالی است که در بودجه پیش بینی شده برای سال آینده کل صادرات نفت خام ایران 1,300,000 بشکه در روز در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با اعلام صادرات 1,000,000 بشکه نفت ایران گفت در شرایط سخت تحریم صادرات نفت به کمترین میزان رسید. ایران چند سال است که به علت پافشاری بر ادامه برنامه هسته‌ای خود که غرب به شدت به آن بدبین است، تحت تحریم‌های بی‌سابقه قرار گرفته است. این تحریم‌ها عمدتاً خرید نفت از ایران، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی، بیمه نفت، کشاورزی و صنایع نظامی و هواپیمایی ایران را نشانه گرفته است. اما در پی توافق ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آذر ماه 1392، قدرت‌های جهانی پذیرفتند تا به مدت 6 ماه برخی محدودیت‌ها مانند تحریم فروش قطعات خودرو و هواپیما و نیز تحریم فروش طلا و فلزات گرانبها به ایران را لغو کنند. با وجود این و همچنین با توجه به اینکه وزارت نفت پیشتر خبر داده بود در صدد جذاب‌تر کردن قراردادهای نفتی است، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته صادرات نفت خود را افزایش قابل توجه دهد. در همین راستا چند روز پیش نیز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای اجرای بیدرنگ به دولت ایران ابلاغ کرد. این سیاست 24 اصل دارد و رهبر ایران در آن خواستار مواردی مانند افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی یا حمایت از صادرات کالا و همچنین تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و صرفه‌جویی در هزینه‌ها شده بود. وزیر نفت جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود هم با بیان اینکه هر سال 80 میلیارد دلار یارانه به صورت پنهانی صرف سوخت می شود افزود اگر سالی 10 میلیارد دلار از این میزان برای بهبود و بهره‌وری و کاهش شدت انرژی هزینه شود، قطعا موضوع مصرف سوخت حل خواهد شد. به گفته وی با این روند مصرف اگر تمام گاز قطر را بخریم تا 15 سال آینده گازی نداریم. با این شدت انرژی نمیتوان وضع را درست کرد. وزیر نفت ایران در پایان سخنان خود هم گفت در حالی که عراق در میدان مشترک با ایران با 200 دکل کار میکند، ایران تنها از 20 دکل حفاری استفاده میکند و عراق در حال حاضر روزانه 800,000 بشکه از میادین مشترک برداشت میکند که این موضوع برای وزارت نفت شرایط خوبی نیست. صادرات نفت خام ایران در سال 2011 حدود 2.2 میلیون بشکه و صادرات میعانات گازی حدود 300,000 بشکه در روز بود. ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی با کاهش هرچه بیشتر فروش نفت مواجه شده است، به طوری که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی متوسط صادرات نفت ایران در سال 2013 حدود 1,070,000 بشکه در روز بود. این رقم در ژانویه به 1,320,000 بشکه رسید. اما دانشگاه لندن روز جمعه 14 مارس برابر با 23 اسفند ماه به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت جلسه تریبون آزاد برگزار می کند. سخنرانان این جلسه دکتر هادی زمانی، نویسنده و کارشناس اقتصادی، مهندس حمید زلنور، فعال سیاسی قدیمی ترین عضو حزب ایران و جبهه ملی اول، لورد دانکن مکنر خواهند بود.
آقای مکنر نوه لورد مکنر که در زمان ملی شدن صنعت نفت به مخالفت با سیاست چرچیل در مورد مسائل ایران پرداخت و از منافع ایران در پارلمان دفاع کرد و به نفع ایران رأی داد. با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم. ممنونم که با ما همراه هستید. دعوت میکنم بیننده برنامه صفحه یک ما هم باشید که بلافاصله پس از خبر پخش میشود. شب و روز بر شما خوش.